اصل عدم قطعیت هایزنبرگ یکی از مهمترین پایه‌های دنیای کوانتومه. حرفش اینه که وقتی مکان دقیق یه ذره کوانتومی رو پیدا می‌کنیم، سرعتش یا در واقع تکانش برای ما نامفهوم میشه. اصلا نمیتونیم بفهمیم حرکت میکنه یا نه. و برعکس، زمانی که میخوایم سرعت دقیقش رو پیدا کنیم، مکانش گم میشه. دیگه نمیدونیم این ذره کجاست. اولش یه مقدار گیج کننده به نظر میاد، اما طرز کارش از اون چیزی که فکر میکنید خیلی جالب تره. ویدیوهای زیادی هست که سعی کردن دلیل این اتفاق عجیبو نشون بدن، ولی معمولا توضیحاتشون پیچیده است. برای همین امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تر به این موضوع داشته باشیم تا به شکل ساده ببینیم دقیقاً چطور کار میکنه. با دیدن این ویدیو اصل عدم قطعیت هایزنبرگ و دلیل وجودش رو یه بار برای همیشه به طور کامل متوجه میشیم. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در تولید سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. اندامهای مصنوعی، ابزار پزشکی، ساعت‌های هوشمند، ربات‌ها، کاوشگرای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. سال 1927 ورنر هایزنبرگ، فیزیکدان بزرگ آلمانی، یه مقاله انقلابی منتشر کرد. داخل این مقاله ادعا کرد که ما هیچ وقت نمیتونیم مکان و تکانه یه ذره رو با دقت بالایی به طور همزمان اندازه‌گیری کنیم. اگه مکان دقیقش رو به دست بیاریم، دیگه در مورد تکانش چیز زیادی نمیدونیم. اگرم تکانه رو دقیقا پیدا کنیم، اون وقت مکانش رو از دست میدیم. یعنی قطعی شدن مکان ذره به معنای عدم قطعیت در مورد تکانه است و برعکس. برای همین این ایده معروف شد به اصل عدم قطعیت. تکانه هم که احتمالاً خودتون میدونید چیه. وقتی سرعت یه جسمی رو در جرمش ضرب میکنیم، تکانه یا مومنتوم به دست میاد. یعنی در واقع همون سرعته، ولی مقدار جرم جسم هم داخل خودش داره. برای درک بهتر اصل عدم قطعیت یه مثال میزنم. از توپی که در حال حرکته عکس میگیرم و به شما نشون میدم. شما از روی این عکس میتونی مکان دقیق توپ رو تشخیص بدی، ولی نمیدونی به کدوم طرف داشته حرکت میکرده یا چه سرعتی داشته. یعنی در واقع مکانش رو میدونی، تکانش رو نمیدونی. حالا یه مقدار مدت نوردهی دوربینم رو افزایش میدم و یه عکس دیگه میگیرم. الان شما میتونی جهت حرکت توپ رو تشخیص بدی و سرعتش رو حدس بزنی. یعنی تکانه توپ رو داری، ولی در عوضش مکان رو از دست دادی. نمیدونی موقع عکس گرفتن دقیقا کجا بوده. اصل عدم قطعیت هایزنبرگ هم حرفش تقریبا همینه. کافیه به جای توپ یه ذره کوانتومی قرار بدیم، مثل الکترون، پروتون، فوتون یا چیزای دیگه. این مثال ذهن ما رو در مورد اصل عدم قطعیت روشن‌تر کرد، ولی یه مشکل اساسی داره. اگه به جای دوربین عکاسی از یه دوربین فیلمبرداری استفاده کنم، میتونم با در نظر گرفتن مقدار جابجایی توپ بین دو تا فریم پشت سر هم از فیلم، علاوه بر مکانش، جهت و سرعت حرکتش هم بفهمم. حالا هرچقدر دوربینم پیشرفته تر باشه و تعداد فریم های بیشتری رو توی هر ثانیه ضبط بکنه، اندازه‌گیریم دقیق تر میشه. پس با استفاده از یه ابزار پیشرفته تر، دیگه عدم قطعیتی در مورد مکان یا تکانه توپ وجود نداره. میتونم مقدار دقیق هر دوشون رو همزمان بدونم. حالا سوال مهمی که پیش میاد اینه که آیا برای ذرات کوانتومی هم اگه از یه ابزار خیلی بهتر استفاده کنیم، اصل عدم قطعیت از بین میره؟ یعنی مشکل از روش اندازه‌گیری و دستگاه‌های ماست که نمیتونن مکان و تکانه یه الکترون رو با دقت بالایی اندازه‌گیری کنن؟ هایزنبرگ اوایل کارش اینطور فکر میکرد. معتقد بود عدم قطعیت به خاطر اندازه‌گیری‌های ما اتفاق میفته. وقتی ما میخوایم مکان دقیق یه الکترون رو پیدا کنیم، مجبوریم فوتونی با طول موج کوتاه بهش بتابونیم. این فوتون تکانه الکترون رو تغییر میده. اطلاعات مربوط به اون تکانه اولیه مبهم میشه. حالا هرچقدر ما بخوایم مکان الکترون رو دقیق تر بدونیم، باید از نوری با طول موج کوتاه تر استفاده کنیم که در نتیجه فوتونش انرژی بیشتری داره و تکانه الکترون رو بیشتر تغییر میده. برای همین این تصور وجود داشت که محدودیتی که برای اندازه‌گیری همزمان مکان و تکانه داریم مربوط میشه به روش و ابزار اندازه‌گیری ما.
ولی خب بعداً خود هایزنبرگ و بقیه دانشمندا با درک بهتری که از تابع موج پیدا کردن به این نتیجه رسیدن که این دیدگاه اشتباهه. اصل عدم قطعیت هیچ ربطی به اندازه‌گیری های ما نداره. یه ویژگی کاملاً ذاتی از ذرات کوانتومیه. توی 3 تا گام دلیل این موضوع رو به شکل ساده توضیح میدم. گام اول اینه که دوگانگی ذرات کوانتومی رو یه مقدار بهتر درک کنیم. میدونیم که آزمایش دوشکاف یانگ نشون داد نور باید یه موج باشه، چون پرتوهایی که از دوتا شکاف عبور میکنن روی صفحه مقابلشون طرح تداخلی تشکیل میدن. اما از اون طرف اثر فوتوالکتریک که تابوندن نور باعث جدا شدن الکترون‌ها از سطح فلز میشه نشون داد نور باید از ذره‌های جدا از هم تشکیل شده باشه، یعنی همون فوتون‌ها. این تناقض حسابی باعث سردرگمی دانشمندا شده بود، تا اینکه بعد از مدتی نابغه‌ترین مغزها به این نتیجه رسیدن که نور هم ویژگی‌های موجی داره هم ذره‌ای. اینجا یه نکته خیلی ظریف و مهم هست که قبلا نگفتم. فرض کنید که یه حیوان ناشناخته‌ای پیدا کردیم که هم شبیه کبوترها بال داره و پرواز میکنه، همین که شبیه موش‌های پستان داره با بدنی پشمالو. ولی خب نه کبوتر نه موش، فقط ویژگی‌های از کبوترها داره، ویژگی‌های از موش‌ها. خودش یه موجود کاملا جداست. در مورد ذرات کوانتومی هم دقیقاً همینه، یعنی ذره‌ای مثل فوتون یا الکترون نه کاملاً موج نه کاملاً ذره، یه چیز مستقله که هم ویژگی‌های موج رو داره هم ویژگی‌های ذره. وقتی اینجوری بهش فکر کنیم درک دوگانگی موج ذره یه مقدار راحت‌تر میشه. خب این از گام اول. گام دوم اینه که ببینیم یه همچین ذرات عجیبی که هم رفتار موجی دارن هم ذره‌ای، مکان و تکانشون رو چطور باید حساب کنیم. تکان یه ذرات کوانتومی از این فرمول به دست میاد، یعنی ثابت پلانک تقسیم بر طول موج. ثابت پلانک که از اسمش معلومه همیشه یه عدد ثابته، طول موج هم که دیگه میدونید، یعنی طول اون قسمتی از موج که پشت سر هم تکرار میشه. مثلا اینجا طول موج نیم متره. این فرمول نشون میده که هرچی طول موج بیشتر بشه تکانه کمتر میشه و برعکس. پس به طور خلاصه ذرات کوانتومی مثل الکترون به خاطر اون ویژگی های موجیشون یه طول موج مشخصی دارن که از همین طول موج میتونیم مقدار تکانشون رو به دست بیاریم. بریم سراغ دومین پارامتر اصل عدم قطعیت، یعنی مکان. مهمترین فرمول مکانیک کوانتوم معادله موج شرودینگره که سال 1926 توسط فیزیکدان بزرگ اتریشی اروین شرودینگر معرفی شد. یکی از پارامترهاش تابع موجه که احتمال حضور ذره توی مکانهای مختلف رو به ما میده. مثلا اگه تابع موج برای یه ذره مثل الکترون به این شکل باشه، احتمال پیدا کردن این ذره توی این نقطه از فضا خیلی زیاده، در حالی که اینجا و اینجا احتمال اینکه پیداش کنیم تقریبا صفره. پس این شد تکانه و مکان ذرات کوانتومی. البته دقت کنید که برای درک ساده تر موضوع موجها رو دارم فقط توی یه بعد نشون میدم، روی محور X، در حالی که توی واقعیت باید هر سه تا بعد فضا رو در نظر بگیریم. خب حالا میتونیم گام سوم رو برداریم. قسمت جالب داستان همینجاست. با کنار هم قرار دادن این دوتا موضوع، یعنی تکانه و مکان ذرات کوانتومی، میتونیم دلیل این رفتار عجیب اصل عدم قطعیت رو بفهمیم. الکترونی رو در نظر بگیرید که یه تکانه ثابت و مشخصی داره. پس طبق همین فرمولی که گفتم، طول موجش هم یه مقدار ثابت و مشخصه. نکته مهمش اینه که این موج باید تا بی نهایت کشیده شده باشه، چون اگه مثلا یه همچین چیزی داشته باشیم اینجا و اینجا مقدار طول موجش متفاوته، در حالی که وقتی میگیم تکانه یه ذره ثابته طول موجش هم باید همه جا ثابت باشه. بنابراین موج الکترون ما توی کل جهان هستی گسترده شده، توی تمام فضا و زمان، و اینکه تکانه این ذره هیچ عدم قطعیتی هم نداره، مقدارشو میدونیم. حالا از اون طرف چون این موج همه جا یک نواخته، پس احتمال پیدا کردن این ذره توی تمام نقاط فضا
یکسانه. یعنی مثل این حالت نیست که بتونیم بگیم اینجا احتمال حضور الکترون بیشتره. همه جا با احتمال یکسانی ممکنه پیداش بکنیم. این دقیقاً یعنی عدم قطعیت در مورد مکان ذره. پس نتیجه میگیریم که وقتی مقدار دقیق تکانه یه ذره کوانتومی رو بدونیم، این ذره ذاتاً میتونه توی هر نقطه از فضا باشه. هیچ ربطی هم به ابزارهای اندازه‌گیری ما نداره. ذاتش اینطوریه. حالا بیاید اون یکی حالت اصل عدم قطعیت رو بررسی کنیم. یعنی اینکه وقتی مکان دقیق یه ذره رو میدونیم، تکانش برامون مبهم میشه. مثلا فرض کنید این موج داره احتمال حضور ذره ما توی مکانهای مختلف فضا رو نشون میده. میدونیم که اندازه‌گیری مکان یه ذره باعث میشه تمام قسمت‌های موج فرو بریزن و فقط یه نقطه باقی بمونه. ذره ما دقیقاً اونجاست. از نظر ریاضیاتی برای اینکه این اتفاق بیفته باید موجهای جدیدی بهش اضافه بشه با طول موجهای متفاوت. مثلا اولیش میتونه یه همچین چیزی باشه. اون جاهایی که دوتا قله یا دوتا دره تو یه راستا قرار میگیرن همدیگر رو تقویت میکنن و یه قله یا دره بزرگتر میسازن. ولی جاهایی که یه قله با یه دره توی راستا باشن همدیگر رو خنثی میکنن و کوچیک میشن. بنابراین از جمع این دوتا به یه همچین موج جدیدی میرسیم. حالا همونطور که میبینید احتمال حضور ذره توی بعضی از مکانها قوی تر شده. ولی این کار یه هزینه‌ای برامون داشته. موجی که اضافه کردیم طول موجش متفاوت بود، پس تکانه متفاوتی هم داشت. یعنی حالا این موج جدید دو تا تکانه داره. از نظر تکانه یه مقدار عدم قطعیت پیدا کرد. بازم به این کار ادامه میدیم و یه موج دیگه با طول موج متفاوت اضافه میکنیم. هرچی بیشتر این کار رو انجام بدیم، مکان ذره واضح تر میشه، اما در عوض تکانش ابهام بیشتری پیدا میکنه. مکان میره به سمت قطعی تر شدن، تکانه میره به سمت عدم قطعیت بیشتر. اونقدر ادامه میدیم تا اینکه همه جای موج صاف بشه و فقط یه نقطش باقی بمونه. باید بی نهایت طول موج مختلف اضافه کنیم تا به یه همچین چیزی برسیم. دقت کنید که این موجهایی که داریم اضافه میکنیم واقعیت فیزیکی ندارن. ما در واقع داریم یه عمل ریاضیاتی انجام میدیم تا موج ذرمون توی یه مکان متمرکز بشه یا اصطلاحاً لوکالایز بشه. خب رسیدن به این هدف معادل هست با اینکه ما مکان ذره رو اندازه‌گیری کردیم و فهمیدیم که دقیقاً کجاست، اما هزینه‌اش این بوده که بی‌نهایت طول موج مختلف بهش اضافه کردیم تا به این حالت رسیده. در نتیجه بی‌نهایت تکانه داره. یعنی مکان دقیق ذره مشخص شد، ولی در مورد تکانه به عدم قطعیت رسیدیم. دیگه مقدار دقیقش رو نمی‌دونیم. این خلاصه اصل عدم قطعیت هایزنبرگ بود. حالا بیاید ببینیم اصل عدم قطعیت هایزنبرگ اصلا وجودش توی دنیای ما چه اهمیتی داره. اولین نقشی که بازی کرده مربوط میشه به زمان پیدایش جهان. قبل از اینکه توضیحش بدم باید اطلاعاتمون رو یه مقدار کامل تر کنیم. معادله‌ای که هایزنبرگ برای این قانون تنظیم کرد به این صورته: دلتا ایکس مقدار عدم قطعیت مربوط به مکان ذره است، دلتا پی هم عدم قطعیت مربوط به تکانه. هر کدومشون که بیشتر بشه اون یکی کاهش پیدا میکنه. برای همین حاصل ضربشون هیچ وقت از یه حد مشخصی کمتر نمیشه که این حد مشخص برابر با ثابت پلانک تقسیم بر 4 پی. به این متغیرهایی که اندازه‌گیری دقیق یکیشون اون یکی رو مبهم میکنه میگن متغیرهای مکمل. غیر از مکان و تکانه یه نمونه دیگه از این متغیرها میشه انرژی و زمان. یعنی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ رو به همون شکل میشه برای انرژی و زمان هم به کار برد. این یکی حرفش اینه که اگه مقدار دقیق انرژی یه ذره رو بدونیم، مدت زمانی که ذره این انرژی رو حفظ میکنه برای ما مبهم میشه. و برعکس، اگه بدونیم یه ذره تا چه مدتی توی یه وضعیت انرژی باقی میمونه، اون وقت مقدار دقیق این انرژی رو نمیتونیم بفهمیم. این نسخه از اصل عدم قطعیت معمولا توی پدیده‌های خیلی سریع کوانتومی دیده میشه. یه نمونه مهمش نوسانات کوانتومیه.
هرچقدر طول عمر یه ذره کوتاه‌تر باشه، عدم قطعیت انرژیش بزرگتره. این باعث میشه جفت‌هایی از ذره و پادذره از هیچ به وجود بیان. ولی شرط مهمش اینه که فقط یه مدت خیلی خیلی کوتاه دوام بیارن. بعدش بلافاصله همدیگر رو نابود میکنن و انرژی که از خلأ قرض گرفته بودن رو پس میدن. این پدیده که از طریق آزمایش‌هایی مثل اثر کازیمیر اثبات شده به صورت تصادفی توی تمام نقاط جهان اتفاق می‌افته. بهش میگن نوسانات کوانتومی. دانشمندان معتقدن همین پدیده بعد از پیدایش جهان باعث شده توی بعضی از نقاطش چگالی انرژی یه مقدار خیلی جزئی تفاوت داشته باشه با بقیه جاها. تورم کیهانی که انبساط سریع جهان توی مدت خیلی کوتاه بود، این تفاوت‌های ریز رو کشید و تقویت کرد. همین قسمت‌ها بعداً تبدیل شدن به هسته‌های اولیه تشکیل ستاره‌ها. یعنی جاهایی که چگالی ماده و انرژی یه مقدار بیشتر بود، بر اثر گرانش دائماً مواد اطرافشون رو جذب کردن و بعدش هم این ستاره‌ها دور هم جمع شدن و کهکشان‌ها و خوشه‌های کهکشانی رو ساختن. پس اصل عدم قطعیت هایزنبرگ از همون اولین مراحل پیدایش جهان ما نقش خیلی مهم می داشته. پایداری اتم ها هم یکی از نتایج اصل عدم قطعیت بوده. معمولا این سوال پیش میاد که اگه الکترون بار منفی داره و هسته بار مثبت، چرا جاذبه بین این بارهای ناهمنام باعث نمیشه الکترون ها روی هسته سقوط کنن؟ یکی از دلایل اصلیش اینه که الکترون فقط میتونه مقدارهای مشخصی انرژی داشته باشه. از پایین‌ترین سطح انرژی یا پله اول دیگه نمیتونه پایین‌تر بره و به هسته بچسبه. اما اصل عدم قطعیت هم توی این موضوع نقش داره. عدم قطعیت مکان این الکترون رو میتونیم به اندازه قطر مدارش در نظر بگیریم. یعنی میتونه هر جایی توی این مدار حضور داشته باشه. نزدیک شدنش به هسته مساوی با کاهش عدم قطعیت مکان و در نتیجه افزایش عدم قطعیت تکانه. یعنی دامنه مقدارهایی که تکانه این الکترون میتونه داشته باشه خیلی گسترده میشه. بنابراین انرژی جنبشی الکترون هم میتونه مقادیر بزرگتری بگیره، چون متناسب با مقدار تکانه. همین افزایش انرژی جنبشی اجازه نمیده الکترون بیش از حد به هسته نزدیک بشه. اینجوری اتم ها پایدار میمونن و از بین نمیرن. پس اگه اصل عدم قطعیت نبود، هیچ اتمی وجود نداشت و ما هم الان اینجا نبودیم. از اونجایی که این اصل یکی از بنیادی ترین قانونهای مکانیک کوانتومه، توی خیلی از پدیده ها اهمیت زیادی داره که دیگه فرصت نمیشه از همشون بگم. مثلا همجوشی هسته‌ای ستاره ها، پیوندهای بین اتم ها و تشکیل مولکول ها، الکتریسیته و مغناطیس یا حتی فناوری هایی مثل ترانزیستورها و کامپیوترهای کوانتومی. برای اصل عدم قطعیت غیر از کاربردهای علمی، تفسیرهای فلسفی عجیب و غریبی هم ارائه کردن. مثلا طرفدارای ایده شبیه سازی بودن جهان معتقدن این محدودیت توسط اون هوش یا موجودات شبیه ساز به دنیای ما اعمال شده برای محدود کردن پردازش ها. یه عده دیگه نظرشون اینه که اصل عدم قطعیت نشون میده که ما هیچ وقت قرار نیست به واقعیت مطلق برسیم. حتی اگه 1 میلیارد سال دیگه هم بگذره و بهترین ابزارهای ممکن رو بسازیم، چون ذات این دنیا هیچ وقت اجازه نمیده تمام ویژگی های یه سیستم کوانتومی رو به طور کامل درک کنیم. هر کدوم از ویژگی هاشو که بفهمیم، اون یکی رو از ما پنهان میکنه. به هر حال بازم به این نتیجه رسیدیم که هر چقدر توی اجزای سازنده جهان ریزتر و دقیقتر میشیم، رفتارهای عجیبتری ازش میبینیم.